سلام رفقا وقتتون به خیر باشه اینجا چنل یوتیوب فیت ماماست. امروز میخوایم با هم دیگه یه حرکت رو بررسی کنیم از تمام زوایا حرکت لانگز یک طرفه با اسمیت خب بچه ها قبل از اینکه ما بخوایم این حرکت رو بررسی کنیم یه موضوع رو باید با هم دیگه چک کنیم که هم بهتون بگم ما زمانی که میخوایم حرکات توی پترن و الگوی اسکوات رو یعنی زمانی که هم زانوها خم میشه و هم لگن ما خم میشه نظیر اسکوات نظیر لانج نظیر اسکوات بلغاری کلا حرکاتی به این شکل لانج استپ آپ خیلی از ورزشکارا یا خیلی از پیجا میبینیم که مثلا میگن می اگه میخوای فقط مثلا به سورینیت فشار بیاد این شکلی بزن یا اگه مثلا میخوای فقط مثلا به 400 فشار بیاد این شکلی بزن واقعیت اینجاست که ما میتونیم با یک سری از تغییر زوایا فشار رو روی این دوتا ازاله یک مقدار کمتر یا بیشتر کنیم ولی اصلا ماجرا این اینه که شما چون توی این حرکات چند مفصله چه بخوای چه نخوای هم اکتیویشن هیپ و هم اکتیویشن زانو رو داری بنابراین نمیتونیم ما بگیم که مثلا من الان یه مدلی میخوام بزنم که فقط به سرینی فشار بیاد من الان میخوام یه مدلی بزنم فقط به چهار فشار بیاد چنین چیزی واقعیت نداره حالا توی این حرکتی که من دارم میزنم در واقع باز آگاهیم که به جفت این عضلات فشار هست ولی ما میخوایم یک مقدار با دستکاری های زاویه ای کاری بکنیم که به چهار سر رانمون فشار و تنش بهتری وارد بشه خب همونطور که میبینید توی دستگاه اسمیت من قرار گرفتم به شکل یک طرفه از پد استفاده میکنم به خاطر اینکه شانهام درد نگیره یادتون باشه یک سری از عواملی هستن که شاید ما خیلی بهشون توجه هم نمیکنیم چیزی مثل همین چیزای کوچیک مثلا چیزی که باعث دردت میشه یا مثلا کفشی که میپوشی یا لباسی که میپوشی خیلی وقتا این عوامل میتونن کاری کنن که تو حواست از تمرین پرت بشه به شکل خداگاه یا, یا به شکل ناخداگاه و تو نتونی کیفیت ایدال تمرین تو برای خودت اون روز تو یا توی اون حرکت و اون جلسه به اجرا بذاری بنابراین من از پد استفاده میکنم نکته اصلی که من توی این حرکت باید رعایت کنم برای اینکه فشار معطوف بشه به عضلات چهار سر ران من اینه که دو تا کار مهم باید انجام بدم یک اینکه باید کاری کنم که اکستنسور های هیپ من در واقع که همون اصلشون میشه سورینی بزرگ یه کاری کنم که اکتیویشنش کمتر شه بنابراین یک مقدار من تنم رو نسبت به فمور یا استخوان ران عمود نگر میدارم یعنی کاری نمیکنم که این ازوله یعنی همین سورینی بزرگ من بره توی تنش زیاد و کاری میکنم که ازوله چهار سرم من بالعکس این اتفاق براش بیفته یعنی میبرمش توی حالتی که فلکشن بیشتری شده همونطور که داری میبینی پام روی استپه به خاطر اینکه دامنم طولانی ترشه و پامو گذاشتم جوری که زانوهام از پنجه بزنه جلو فلکشن بیشتری داشته باشم با این کار زمانی که پروفایل انقباضی این حرکت زمانی که شما تقریبا به نقطه اوج کشش میرسید زمانی که من میام تو پایین ترین حد خودم بار روی عضلات چهار سر من هست در حالتی که در حالت طویل تر شده خودشه و این مطالعات نشون داده که میتونه فشار بسیار مناسبی و جهت هایپرتروفی برای ما بیاره حالا باز یه پرانتز دیگه باید داشته باشیم اینجا یه باور بسیار اشتباه بسیار قدیمی وجود داره که میگن آقا توی حرکاتی که بازم همین پترن اسکوات رو داره الگوی اسکوات رو داره زانوهاتون از پنجه ها نزنه جلو یعنی اصلا شما وقتی خودت به قضیه بشین یکم فکر کنی میبینی که اصلا جمله قشنگ کوچه بازاریه زانوها تا پنجه نزنه جلو یعنی هیچ گونه علمی توی این قضیه وجود نداره که آقا یعنی چی زانوها پنجه نزنه جلو شما مثلا دو تا تئوری علمی بیار ببینیم درد چیه ببینیم چه چی مشکلی داره اولا که هیچ مشکلی نداره کسی که موبیلیتی کامل رو داره و در واقع از لحاظ سازگاری ساختاری توی تاندون ها و ازولاتش به حدی رسیده که میتونه یک موومنت رو درست اجرا کنه زانوهاش بزنه از پنجه جلو چه اتفاقی میخواد بیفته خب اون تاندون اون ازوله داره کش میاد دیگه توی یک حالت استانداردش هم داره کش میاد یعنی عملا چیز غیر استانداردی نیست و حالا یکم قضیه رو علمی تر کنیم مثلا اومدن روی این قضیه مطالعه انجام دادن اومدن گفتن که آقا یه سری از ورزشکارا بیان و با توجه شرایط آناتومیکی خاصی که دارن نمیتونستن کنترل کنن که مثلا زانوهاشون نزنه جلو گفتن آقا شما بیاید ولی کنترل کنید تا جایی که میتونید نذارید زانوهاتون بزنه جلو توی اون پجاش مشخص شد با این کار یعنی ورزشکار میخواست زانوهاش نزنه جلو دیدن که یک فشار ده برابری به استخوان جایی که استخوان رام با لگن مفصل میشه یک فشار ده برابری به اونجا وارد شده یعنی اصلا کار حتی خرابتر شده بنابراین آگاه باشید طول استخوان افراد موبیلیتی افراد اندازه گردن ران یک قسمتی وجود داره توی استخوان ران که در اصطلاحش میگن گردن ران این اندازه هاش در افراد با هم دیگه شبیه هم نیست تفاوت داره هر فرد طول استخوان متفاوتی داره هر فرد جنبش پذیری مفصل متفاوتی داره پس من یعنی چی که بیام به شکل خیلی عمومی و کوچه بازاری به همه بگم زانوهاتون نزنه جلو اینم خواستم در جریان باشید که کاملا زانو بزن جلو هیچ مشکلی پیش نمیاد خب حالا اینا هم که با هم دیگه بررسی کردیم دیدیم که چهار سر ران من الان قرار تحت تنش بیشتری قرار بگیره چون فلکشن بیشتری داره لگنم در واقع وقتی که میام پایین فلکشن کمتری داره پس سورینی من تنش کمتری رو حس میکنه پس با, با این وریشن من کاری دارم میکنم که عضلات چهار سر ران من بتونه تنش بیشتری به احساس کنه پس توی این پوزیشن شما میتونید یک لانگز یا لانج هر چیزی که هست یک طرفه مناسبی داشته باشید برای عضلات چهار سر رانتون که این حرکت هم به نظر من جز حرکاتی که شما یا ورزشکار قبلش باید الگوی حرکتیش درست شده باشه توی یک سری از حرکت های کلی تر نظیر ایر اسکوات اسکوات موبیلیتی لازم رو داشته باشه که بتونه چنین حرکتی رو بزنه توی این جلسه با هم دیگه به شکل ناخداگاه در رابطه با چند تا سوال مهم پاسخ گرفتیم یکیش هم جلو زدن پنجه ها بود جلو زدن زانوها و پنجه ها بود یکیش در رابطه با نوع اثرگذاری زاویه تو ازولات بود و در واقع باید یادمون باشه که کوچه بازاری حرکات رو بررسی نکنیم علم بدن یک انسان زوایای مختلف داره علم فیزیولوژی علم بیوشیمی علم بیومکانیک که هر کدومش واقعا پیشرفته است و همه ای ما باید سعی کنیم روز به روز سوادمون رو در حد توانمون تو این قضیه زیاد کنیم ممنون که با من همراه بودی اگه این ویدیو رو دوست داشتی متشکر میشم که لایک کنی چون لایک تو به من انرژی میده که من بتونم ویدیوهای بیشتری برات تولید کنم باهوش ورزش کن تا با کمترین هزینه بیشترین نتیجه رو بگیری خدا نگهدار.